درود بر شما. این مدار پشت آمپر خودروه، همون صفحه کیلومتر مربوط به خودروی 206 است. مشکلی که برای این برد ایجاد شده اینه که ولتاژ مثبت و منفی رو اشتباهی نصب کردن، یعنی تزریق ولتاژ به صورت معکوس بوده. میکرو کنترلر یا چیپست سوخته. در اینجا دقت بفرمایید، ولتاژ از اینجا وارد شده، این پایه کلاً سوخته و کنده شده و این مسیر آسیب دیده. پس این میکرو کنترلر باید تعویض بشه. مشکل دوم، سوختن یک خازن 5 ولتی در اینجا بود. این رگولاتور هست. ولتاژ باتری وارد این رگولاتور میشه و ما در اینجا 5 ولت رو داریم. در اینجا 12 ولت وارد شده و خازن منفجر شده. خازن تانتالیوم هست. این آیسی راه اندازه و این کریستال هست. روی این بورد 4 تا موتور وجود داره. موتورها در پشت بردن. اینا موتور هستن. این موتورها 4 سیمه هستن. امکان داره بعضی از موتورها 5 سیمه باشن. سیم پنجم مشترک هست. ما چجوری میتونیم موتورها رو تست کنیم؟ راهی خیلی زیادی وجود داره. اینا استپر موتور یا موتور پله‌ای هستن. هم ما میتونیم تزریق ولتاژ انجام بدیم به شرطی که میکرو سالم باشه و وجود داشته باشه، و هم میتونیم از فانکشن جنراتور و تزریق سیگنال استفاده کنیم. من میخوام از فانکشن جنراتور استفاده کنم. هر موتور دارای 2 تا سیم پیچ. بعضی از این موتورها روی بورد نصب میشن که شما میتونید موتور رو بکشید و خارج کنید، ولی برای این مدل شما باید این لحیم ها رو آزاد کنید. حالا من میخوام روی این دوتا پایه و این دوتا پایه تست اوم بگیرم. مولتیمتر رو تست اوم میذارم. این دوتا پایه اول 217 اوم. و این دوتا پایه 219. پس سیم پیچ های این موتور سالم. تمام سیم پیچ ها رو میتونیم به همین روش تست کنیم. من به موتور اول دوتا سیم در اینجا لحیم کردم و دوتا سیم هم در اینجا. به این موتور فقط دوتا سیم لحیم کردم. دلیلش رو در ادامه براتون میگم. اول میخوام تزریق سیگنال انجام بدم. قسمت های مختلف رو چک کنم. مثلا LED ها رو چک کنیم. ببینیم IC فعال هست. IC سالمه. به کمک مولتی متر هم میتونیم ولتاژ گیری کنیم. وقتی چیپست بسوزه باید چیپست رو خارج کنید، چون باعث اتصال میشه. حالا میتونید ولتاژ 12 رو زیر این خازن تزریق کنید. به کمک فانکشن جنراتور هم میشه این کاری کرد. من فعلا میخوام از فانکشن جنراتور برای تست استفاده کنم. فانکشن جنراتور روشنه. در ادامه برای تست موتورها بهتون فانکشن جنراتور رو نشون میدم. سیم منفی فانکشن جنراتور رو به منفی خازن میزنم. در اینجا. دراپ سوزنی رو متصل میکنم. میتونم مستقیما هر LED رو که بخوام تست کنم. دقت بفرمایید کجا LED ها روشن میشن. این بخش روشنه. نقاطی که در اینجا هستن برای تستن. دقت بفرمایید یه سری LED روشن شد. LED های بالا روشن شدن. این LED رو دقت بفرمایید. اینجا روشن میشه. در که جاش در اینجاست. در اینجا. میتونم مستقیما هر LED رو که بخوام چک کنم. ما باید بدونیم که چه ولتاژی روی پایه‌های آیسی قرار گرفته. پس میتونم خروجی رگولاتور رو همین ولتاژ رو در اینجا تزریق کنم، یعنی روی این پایه. این پایه ورودیه و این پایه خروجی و این منفیه. خروجی این پایه رسیده اینجا که این خازن در اینجا قرار داشت و این خازن ترکیده بود. پس میتونم تزریق سیگنال رو اینجا انجام بدم. حالا میتونم ولتاژ ها رو در اینجا بررسی کنم. سعی میکنم در ویدیوهای بعدی روش تست آیسی به کمک تزریق سیگنال رو هم براتون بذارم. بعد از اینکه میکرو کنترلر رو خارج کردید، جای پایه ها رو تمیز کنید. این پایه ها نباید به هم اتصال داشته باشن. اگر این پایه ها به هم متصل بشن، عملگرهای مختلف رو شما نمیتونید تست کنید. حالا برای تست موتور، ما فقط میتونیم موتور رو راه اندازی کنیم. نمیتونیم روی حرکت اون کنترل داشته باشیم، چون نیاز به درایور استپر موتور داریم. من میخوام این کار رو با فانکشن جنراتور انجام بدم.
اول موتور روشن میکنم و بعدا فانکشن جنراتور رو بهتون نشون میدم. به دو تا از پایه های موتور سیگنال تزریق میکنم. سیگنال مربعی یا سینوسی هیچ تفاوتی نداره. فانکشن جنراتور روشن میکنم. توجه بفرمایید، موتور شروع به حرکت میکنه. من سیگنال رو روی یک سیم پیچ تزریق کردم. میتونیم روی سیم پیچ دوم هم این کار رو انجام بدیم. این سیم پیچ دوم. خب حالا موتور بعدی فقط دو تا سیم بهش متصله. پس میتونیم موتور رو تست کنیم ولی نمیتونیم رو حرکت اون کنترل داشته باشیم، چون نیاز به درایور استپر داریم. حالا تنظیمات فانکشن جنراتور به چه حالت؟ این دستگاه فانکشن جنراتور هست. دو تا خروجی داره، یعنی دو کانال هست. من میخوام هر دو تا کانال رو به موتور متصل کنم. موتور دو تا سیم پیچ داره. دو تا پایه در اون ور، دو تا پایه در این ور. پایه هایی که به سمت بیرون هستن ولتاژ مثبت فانکشن جنراتور رو میدم، پایه های داخلی منفی. پس من میخوام این دو تا کانال رو به موتور متصل کنم. سیم مثبت رو به پایه بیرونی براق قرمز، سیم منفی رو به براق مشکی. حالا کانال دو، دوباره سیم داخلی رو منفی میدم، سیم بیرونی رو مثبت. فانکشن جنراتور متصل شد. حالا تنظیماتش. کانال یک روی فرکانس 80 هست، موج سینوسی. دامنه ولتاژ، این موتورها بین 5 ولت تا 12 هستن. فانکشن جنراتور جریان زیادی تولید نمیکنه. پس شما میتونید ولتاژ رو بالاتر بذارید. میتونید 12 تا 16 ولت تنظیم کنید. این تنظیمات کانال یک بود. حالا کانال دو. فرکانس 80. دامنه ولتاژ رو 20. فیز یا زاویه فاز روی 90 هست. اینم موج سینوسی. حالا خروجی ها رو فعال. موتور شروع به حرکت کرد. اگر میکرو کنترلر سالم باشه و سنسورهای ماشین هم سالم باشن، فرمانی به ECU صادر میشه. ECU فرمان رو به اینبورد صادر میکنه و موتور شروع به حرکت میکنه. حرکت این موتور به صورت رفت و برگشتی نیست، بلکه در یک جای مشخص ثابت میمونه که نشون دهنده آمپر بنزین، آمپر آب، سرعت و غیره است. برای اینکه بتونیم اون حالت رو شبیه سازی کنیم نیاز به درایور استپر موتور داریم. ما فقط میخوایم عملکرد موتور رو بررسی کنیم. حالا یه سری ایرادات به وجود میاد و این عقرب ها از کار میفتن. اولین موضوع برمیگرده به جریان مدار. یعنی جریان مدار کافی نیست. ولتاژ داریم ولی جریان درست نیست. دومین موضوع به گیر کردن عقرب هاست. حالا میخوایم اینو شبیه سازی کنیم. در انتهای ویدیو میخوام یک دوره کاربردی و تعمیراتی برای لوازم خانگی مثل کولر گازی، ماشین لباسشویی، پکیج، یخچال معرفی کنم. اولین تست رو انجام بدیم. اگر موتور به درستی کار نکرد، ایراد میتونه حتی مکانیکی باشه. بعضی از این موتورها دارای چرخنده هستن. پس موتور رو باز کنید و ببینید که آیا ایراد مکانیکی داره یا نه. بعضی اوقات هم سیم پیچ موتور قطع میشه. میتونید بازش کنید و دوباره سیم پیچ رو لحیم کنید. یکی دو دور کم کردن از سیم پیچ هیچ ایرادی در موتور ایجاد نمی‌کنه. حالا می‌خوام فرکانس رو تغییر بدم. ببینم برای عملکرد موتور چه اتفاقی می‌افته. پس در کانال دو فرقی نمی‌کنه. رو کانال یک هم می‌تونید این کارو انجام بدید. رو دکمه فرکانس می‌زنم. حالا فرکانس رو افزایش می‌دم. 100 110 120 حرکت عقربه توجه کنید. پس اگر سنسورهای خودرو دچار آسیب بشن یا ECU فرمان غلط صادر کنه یا این میکرو کنترلر نتونه کارشو درست انجام بده، شما همچین حالتی رو عقربه ها خواهید دید. فرکانس رو افزایش میدم.
180. دقت بفرمایید. موتور دیگه حرکت نداره. فرکانس رو کاهش میدم. 80. هر دو تا کانال روی 80. حالا کاهش میدم. 60. 40. به لرزش عقربه دقت بفرمایید. دوباره میبرم رو 80. هر دو تا کانال روی 80 هرتز هستن. حالا میخوام ولتاژ رو کاهش بدم. امپلیتیود 3 ولت، 4 ولت، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 12، رو 16 ولت. 16 ولتی که این دستگاه تولید میکنه با 16 ولت باتری یکسان نیست، چون جریان در این دستگاه خیلی کمه. 17 18. این شکل موج سینوسی بود. حالا میخوام از حالت مربعی یا رکتانگل استفاده کنم. رو دکمه وید میزنم. حالا حالت مربعی هست. فرکانس رو دوباره افزایش میدم. 120. رو فرکانس 140 عقربه دوچار مشکل میشه. دوباره برمیگردونم 80. حالا تو کانال اول. اینم تبدیل به مربعی میکنم. الان هر دو تا شکل موج مربعی هستن. دقت بفرمایید. حالا فرکانس کانال اول رو تغییر میدم. 120. به لرزش عقربه موقع حرکت توجه کنید. دوباره میبرم 80. خب همونطور که دیدید، بس به کمک فانکشن جنراتور ما میتونیم تمام مدار از جمله موتورها رو به راحتی چک کنیم. حالا در رابطه با دوره تعمیراتی لوازم خانگی، بخش ابتدایی اون یه سری توضیحات پایه داره که اگه بلدید میتونید اون رو نگاه نکنید. من قصد داشتم که یک دوره به صورت تفکیک شده برای لوازم خانگی اجرا کنم که با دیدن این دوره دیدم دیگه نیاز نیست که من دوره آماده کنم. من هیچ دوره ای رو داخل سایت خودم قرار نمیدم، ولی این دوره ارزش معرفی کردن رو داره. میتونید داخل سایت تشریف ببرید و پیشنمایش دوره رو مشاهده بفرمایید. این دوره هم با برنامه اسپات پلیر اجرا میشه، ولی ایجاد لایسنس یا کد اون به صورت خودکار نیست. بعضی که دوره رو تهیه کردید باید به من پیام بدید، داخل وبسایت یا داخل اینستاگرام. داخل وبسایت لینک اینستاگرام تولید کننده دوره هم وجود داره. میتونید مستقیما به ایشون پیام بدید. پس میتونید مستقیما دوره رو تهیه کنید و اگر از سایت تهیه کردید باید به من پیام بدید تا لایسنس رو براتون ارسال کنم. ممنونم که وقت گذاشتید و این ویدیو رو هم نگاه کردید.